دعوا با هم نمی کنن. اصلا خیلی عاشق همه اینجور بهت بگم ها. یه لحظه اون که نبینه صداش میکنن. لحظه این نبینه صداش میکنن. میبره بهش غذا میده. چون یکی از دلایل دعواها توی یه جفت توتی هر نژادی که باشن یا مثل این پاراکیتا این هستش که ماده توقع داره نر اون بساتی که باید، یه لونه مناسب، اون تغذیه‌ای که باید، جایگاهی که باید رو فراهم بکنه. اینا شما رو نمیشناسن، اینا نرشون رو میشناسن، از نرشون توقع دارن که اون امکانات رو فراهم بکنه. به طور مثال بستر نرمی که کف لونه نیاز داره شاید از یه کاغذی رو که تیکه تیکه بکنه یا یه شاخ و برگی رو تیکه تیکه بکنه ببره اونجا نیاز داشته باشه، نتونه به شما بفهمونه. به همین خاطر بعضی از توتیا حتی نرشون رو میکشن، دعواشون میشه میاد تو داخل و روات سیم کنه. به ما اشاره کرده از ما متوجه نشدیم چون بچه هم درست بودن کاغذ رو سیم میکنن، انگولک میکنن. کاغذ میاد برمیداره تیکه به این نحوی اصلا میان اصلا داخل ایتسایی که میخوام انجام میدم. خب این یه مثال بود، مثالش رو زدم. یه کمبودایی که دارن باعث میشه که عصبی بشن و معمولا ماده این رو از چش نر میبینه، باعث میشه که دعواهای خونین بکنن یا هنر رو بکشه. خیلی پیش میاد نمیتونن به شما بفهمونن چی نیاز دارن، چون این همه چیزو از چشم نر میبینه دیگه. یه لونه مناسب که نیاز داره اینا میخواد که تأمین بشه و شما متوجه نشید، اینا آسیبای خیلی بدی میدن. و امیدوارم که همونطور که بهتون عرض کردم رطوبت جایی که نگهداری میکنید رو بالا ببرید به وسیله مثل یه دستگاه بخور، که دفعه بعد تخم ها اینطوری تخم نطفه دار حیف نشه، جوجه داخل تخم نمیره. و همونطور که عرض کردم به این خاطره که رطوبت محیط کمه، جوجه موقعشه که تخمو بشکنه بیاد بیرون، تخم سفته، اون رطوبت کافی رو نداره و داخل تخم خفه میشه. چند بار تا حالا تخم گذاشته بودن؟ چهار بار. هر سری چهار پنج سری ما شش تا تخم گذاشته بودن. محیط خونتون احتمالا خشکه و اینو رعایت نکردید، حتما یه بخور سرد بذارید چون خیلی حیف شد. بخور همیشه روشن باید داشته باشه. حالا امیدوارم دفعه بعد با موفقیت ازشون جوجه بگیرید، خبر بدید بهمون. واقعا اصلا خورد میشه.